لطفاً خط خبرها. کشته شدن دست کم سه نفر در حمله معترضان به کنسولگری ایران در کربلا. سرکنسول از زائران ایرانی خواست فعلاً به عراق نروند. دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده است و ایران سربلند است. برگزاری 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. آمریکا ستیزی همچنان سرلوحه سیاست خارجی ایران. تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران برای جلوگیری از انتشار اعترافات متهمان. طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعتراف در رسانه‌ها اعلام وصول شد. و هشدار میخائیل گورباچوف درباره خطر تنش هسته‌ای میان روسیه و غرب. آخرین رهبر شوروی میگوید تنها راه نجات بشر نابودی سلاح‌های کشتار جمعی است. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان حمله دیشب معترضان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا دست کم سه نفر کشته شدند. بعضی از منابع گزارش کردند که این افراد بر اثر شلیک پلیس محافظ کنسولگری از پای درآمدند، هرچند بعضی دیگر قتل آنها را به افراد مسلح ناشناس نسبت دادند. وزارت امور خارجه عراق حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرده. کنسولگری ایران در کربلا هم از ایرانیان خواسته تا بازگشت آرامش به این شهر از سفر زیارتی به آنجا خودداری کنند. همزمان رویترز از کشته شدن 4 نفر در بغداد خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش مرتاد فرهمند. حمله دیشب به کنسولگری ایران در کربلا اوج ابراز خشم معترضان نسبت به قدرتمندانی در عراق است که به وابستگی به ایران معروفند و هفته هاست آماج اعتراض و اتهام به فسادند. اليوم جينا هذه كربلاء الشباب متفضين مقابل القنصليه الايرانيه على مود ينزلون علم الايراني ويرفعون علم العراقي. مردم کربلا به پا خواستن. دیگه امکان نداره اجازه بدن ایرانی‌ها و احزاب فاسدی که از ایران پیروی می‌کنن در کربلا بمونن. چه در کربلا و چه در همه عراق. لا احزاب لا بكل العراق عموما. از طنز تاریخ این حمله در شب 40مین سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران رخ داد. چه بسا رئیس جمهور آمریکا از همین رو ویدیوی حمله به کنسولگری ایران در کربلا را در توییتر بازنشر کرد. البته گفته می شود حمله به کنسولگری ایران چندان هم خودجوش نبوده. از دیروز ورود پیروان این روحانی شیعه سید سرخی به کربلا گزارش شد. لا یذکرون الدجال، لا یذکرون امام امام الضلاله. سیدی به شدت مخالف ایران با افکار شیعی افراطی و خود داعیه‌دار مرجعیت. و صرحت روایت اهل البيت بانهم من يدعي موده اهل البيت، من يدعي التشيع. گفته می شود حمله به کنسولگری ایران در کربلا را پیروان سید سرخی آغاز کردند. وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. همزمان با حمله به کنسولگری ایران، عادل عبد المهدی نخست وزیر پیامی به تظاهرکنندگان فرستاد. صدق الله العلي العظيم. به آنان اعلام کرد که بیشتر خواسته هایشان برآورده شده. ارکان قدرت لرزیدند. هنگام آن رسیده که آرامش به کشور بازگردد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا، با ماست. آقای میلانی، اعتراض عراقی هایی که مقابل کنسولگری ایران تجمع کردن دقیقاً به چیه به نظر شما؟ با عرض سلام و ادب، من فکر میکنم اتفاقاتی که در عراق و لبنان داره میفته مسئله خیلی پیچیده ایه و من سعی خواهم کرد که از سه بعد مختلف به این نارضایتی ها نگاه بکنم. مسئله اول که مهمترین دلیل این نارضایتی هاست وجود فساد، بیکاری، تورم و اینکه عراقی ها بعد از حمله آمریکا در سال 2003
به این نتیجه رسیدن که بافت دولت باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر اینکه با در نظر گرفتن اینکه صادرات نفت عراق حتی از ایران هم خیلی بالاتره، ولی بعضی اقتصادی عراق درست نشده و خیلی ها به این نتیجه رسیدن که این دولت ائتلافی دولتیه که نمیتونه خواستهای ملت رو اونطوری که باید و شاید انجام بده. مسئله دوم که مسئله مهمی هست این که خیلی از عراقی ها از مداخله های کشورهای منطقه مثل ایران، عربستان سعودی و کشورهای غربی خسته شدن و میخوان یک دولت مستقل و ملی رو توی عراق به وجود بیارن. و مسئله سوم اینه که این شلوغی ها درسته که واقعا از بطن جامعه عراق میاد، ولی متاسفانه تا امروز فعلا رهبری دقیقی نداره و خواستهای دقیقی هم نداره، یعنی با در نظر گرفتن اینکه این خواستها باید در چارچوب یک آلترناتیو باشه، به نظر میرسه که رهبرهای سیاسی عراقی راه حلی فعلا برای حل مسائل عراق پیدا نکرد. آقای میلانی، فکر می‌کنید که چقدر این ایران ستیزی که در تجمع دیروز به چشم می‌خورد مقابل کنسولگری ایران قابل تعمیم به بخش‌های دیگه جامعه عراق؟ خیلی مشکله قضاوت کردن در رابطه با این. ببینید الان در خارج از کشور یک قرائتی به وجود آمده، مخصوصا در روزنامه‌های عربی و کسایی که طرفدار عربستان سعودی و کشورهای عربی هستند، که این شلوغی‌ها فقط به خاطر دخالت‌های ایرانه، که به نظر من این حقیقت نداره. درسته که یک قسمتی از کسایی که تظاهر کردن مخالف ایران و مخالف مخالفت‌های ایران هستند، ولی ریشه این تظاهرها نارضایتی‌های عراقی وجود داره. من به نظرم در این چارچوبه که آیت الله خامنه‌ای صحبت از این کرده که دخالت‌های خارجی هست که باعث این نارضایتی‌ها شده. من فکر نمی کنم که اروپایی ها یا آمریکایی ها یا عربستان سعودی یا کشورهای دیگه باعث این شدن که ملت به خیابان ها برن، اما معتقد هستم که هم ایران و هم کشورهای دیگه دارن سعی می کنن روی موج نارضایتی سوار بشن و عراق رو به طرف خواستهای خودشون بکشن. اما مخالفت با ایران در میان سنی های عراقی به نظر من خیلی جدیه، در میان بعضی از شیعه های عراقی هم جدیه، چون در هر صورت ملیگرایی عراقی یه مسئله مهمیه. حتی اگر ما برگردیم دوران صدام حسین، میبینیم که در درون سازمان اطلاعات بعدی صدام حسین یک گروه مشخصی بودن که فقط کارشون مخالفت با ایران بود، و من فکر نمی کنم که ریشه اون سازمان، ریشه اون قسمتی از سازمان اطلاعاتی عراق از بین رفته هنوز. متشکرم. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی با ما. رئیس جمهوری ایران قانون تشدید مجازات اسید پاشی را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. بر اساس این طرح اگر کسی عمدن با پاشیدن اسید یا هر گونه ترکیب شیمیایی با هر میزان غلظت مرتکب جنایت شود، در صورت مطالبه فرد آسیب دیده یا ولی دم به قصاص محکوم می شود. پرونده 4 سال پیش اسید پاشی در اصفهان مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان بوده که می گویند مقام های مسئول در پیگیری موضوع اهمال کردند. ایران در آستانه گام 4مش برای کاهش تعهدات هسته‌ای از نصب تعدادی سانتریفیوژ نسل جدید خبر داده. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز برای راه اندازی زنجیره 30 تایی ماشین‌های سانتریفیوژ IR6 به کارخانه غنی‌سازی نطنز رفته. جایی که در این فاصله 2 ماه عزیزان ما اینجا نصب کردن قریب به 15 سانتریفیوژ نسل جدید هست. هیچگاه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی با کندی روبرو نبوده و متوقف نشده بوده، اگر چنین بود که ما نمی‌توانستیم در عرض 2 ماه بیش از 2660 سو به ظرفیت سویی که الان داریم، عملیاتی که 6000 سو هست، اضافه بکنیم. یعنی الان مقدار سوی ما رسیده به 8660 سو و تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود، الان به بیش از 5000 گرم در روز رسیده، یعنی 10 برابر شده. ما قرار نبود
زنجیره سیتایی رو الان داشته باشیم. قرار بود که زنجیره سیتایی رو بعد از اینکه کارها رو روی زنجیره بیستایی به سرانجام میرسونیم، فرایند تست های لازم رو انجام میدیم، 3-4 سال بعد زنجیره سیتایی رو. اما ما در یک چالش سیاسی قرار گرفتیم و دستور مقامات ارشد کشور این بود که ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم. امروز در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و آغاز بحران گروگانگیری، تظاهراتی در گوشه و کنار ایران برگزار شد. در تهران صدها دانش آموز در این روز که روز دانش آموز هم هست مقابل ساختمان سابق سفارت آمریکا علیه این کشور شعار دادند. در مجلس هم نمایندگان طرحی تصویب کردند که از دولت می‌خواهد آنچه را که آنها جنایت‌های آمریکا می‌نامند در کتاب‌های درسی گنجانده شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون دولتی ایران از تظاهرات ضد آمریکایی امروز در شیراز، در اهواز، در قم، در روز دانش آموز زنگ آمریکا ستیزی در بعضی از مدارس. امسال در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و آغاز بحران گروگانگیری، واقعی که تندروها در ایران مصرند که هر سال آن را بزرگ بدارند. زن جان نار جان برند. روزی که شروع انزوای ایران بود و تحریم های آمریکا که هنوز هم ادامه دارد. تحریم اقتصادی دیگر اثر ندارد. تحریم هایی که صادرات نفت ایران را تقریبا به صفر رسانده. واقعی که راه را برای حمله عراق به ایران باز کرد و جنگی خونین و ویرانگر برای 8 سال. در تهران در مقابل ساختمان سابق سفارت آمریکا، این دانش آموزان مدارس خوشحال از تعطیلی کلاس ها. این پیام رو از نظام مقدس جمهوری اسلام، سخنران اصلی فرمانده ارتش، از مردم ایران درک کردند که دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده است و ایران سربلند اسلامی برای پاسخ به فشارها اراده و امکانات و اجماع لازم را در اختیار دارد. در مجلس هم شعارهای ضد آمریکایی. نمایندگان طرحی را تصویب کردند که از دولت می‌خواهد آنچه را جنایت‌های آمریکا می‌خوانند در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها جا بدهد. دیگه با اکثریت قاطع آرا رأی آورد. دیوارهای ساختمان سابق سفارت را هم این روزها با دیوارنگاره‌های تازه پوشاندند. علیه آمریکا و هر نوع مذاکره با آمریکا. در اوج تحریم‌های آمریکا که ظاهراً برای تندروها دستاورد تلقی می‌شود. کسرانجی، بی بی سی. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از وصول طرح ممنوعیت پخش اعترافات از رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌های گروهی خبر داده. این طرح در کمیسیون‌های مرتبط مجلس بررسی می‌شود و در صورت تصویب در این کمیسیون‌ها به صحن علنی مجلس خواهد رفت. پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفته بود که این طرح مربوط به متهمان سیاسی و امنیتی است. همکارم فرانوش امیرشاهی برای گفتگوی بیشتر در استودیو به ما پیوسته. دقیقاً چیه طرح فرانوش؟ خب این طرح از چند ماه پیش بعد از اینکه مازیار ابراهیمی مصاحبه با بی بی سی داشت و در اون اعلام کرد که به عنوان کسی که متهم بوده در پرونده ترور دانشمندان هسته اصطلاحا معروف به این پرونده است متهم شده، گفت که اعترافاتش همه دروغ بوده و هیچ نقشی نداشته. این مصاحبه در ایران بازتاب‌های زیادی داشت و این سوال رو ایجاد کرد که خب این اعتراف‌ها تحت فشار و به دروغ در واقع حیثیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و چند تا از نماینده ها دست به کار شدن برای اینکه قانونی تصویب بکنن که جلوی ضبط و پخش اعترافات رو بگیره. از جمله در این طرح آمده که در واقع ضبط کنندگان و پخش کنندگان اعترافات میتونن به 6 تا 3 سال زندان محکوم بشن. همینطور آمران ضبط و پخش اعتراف ها هم میتونن با انفصال از خدمت روبرو بشن. اما نکته قابل توجه این است که این طرح فقط در واقع در مورد ضبط و پخش اعترافاته و کاری به خود اصل اعترافگیری نداره. چقدر امکانش هستش که تصویب بشه؟
خب ببینید، ما در 40 سال گذشته از همون اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با اعترافهای متعددی از طیف‌های مختلف و گروه‌های مختلف سیاسی در تلویزیون روبرو بودیم، تا همین امروز، تا همین چند هفته پیش اعترافات زم پخش شد، محمد علی زم اسرائیل می‌کنه روح الله زم پخش شد از تلویزیون، پیش از اینکه حتی مراحل ابتدایی تحقیقات در پرونده او هم آغاز بشه. در این طرح هم در واقع کنار گذاشته شده اینکه اصل اعترافگیری مورد بررسی و ممنوعیت قرار بگیره، در حالی که اصل 38 قانون اساسی مطرح کرده که هر نوع اقرار و اعتراف تحت فشار قابل استناد نیست. حتی در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 گفته شده اعتراف هایی که در واقع در مورد دیگران و تحت فشار باشه نباید مورد توجه قرار بگیره. اصول مختلفی داریم، اصل بر براءت، ولی همه اون روالی که طی شده برخلاف اصل براءت بوده. در نتیجه شاکله نظام امنیتی و قضایی ایران بر مبنای اعترافگیری هست و تلاش چند نماینده نمیتونه این موضوع رو تغییری درش ایجاد کنه. متشکرم. فرنوش امیرشاهی در استودیو با ما. نگاهی دوباره مهمترین عناوین خبری این برنامه. دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده است. طی حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا دست کم 3 نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند. در 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران تظاهرات حکومتی ضد آمریکایی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در ادامه این برنامه، هشدار آخرین رهبر شوروی درباره خطر تنش هسته‌ای میان روسیه و غرب. دولت افغانستان به شرکت‌های مخابراتی خصوصی هشدار داده که اگر برای نظارت بر درآمدشان همکاری نکنند، با آنها برخورد جدی خواهد کرد. این وزارت به تازگی سیستمی نظارتی ایجاد کرده که شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا گزارش عوایدشان را در اختیار دولت بگذارند. اما با گذشت 1 هفته تنها 1 شرکت دولتی به سیستم نظارت همزمان وصل شده. خبرنگار ما ارشاد هنریار در گفتگویی با محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات افغانستان، از او پرسید که اگر شرکت‌های خصوصی نخواهند به این سیستم به پیوندند، گام بعدی دولت چه خواهد بود؟ اقدام بعدی ما اقدام قانونی و بسیار جدی خواهد بود. ای که چی اقدامی صورت میگیره؟ آجل خب این شامل جرایم میشه، شامل توسعه اختار میشه. در این حال اگر باز گپ به درازا بکشه و سطح اطراف مطرح خواهد شد، بعد از او به سطح شورای اقتصادی و هر اقدام قانونی که لازم باشه انشالله اقدام میکنیم. چون اگر شرکت از مردم پول جمع کنه و به ما گزارش دهی نباشه و ما نتانیم نظارت کنیم از او، در او صورت مسئولیت شرکت ها و مسئولیت ما هم بسیار جدی خود بود. آنطور که ما میدانیم شما به شرکت های خصوصی هم نامه رسمی فرستادین و از اونها خواستین که به خاطری که حساب کتابشون پاک باشه به ایستون بپیانده. چی بوده پاسخ اونها؟ گفتگوهای ما بسیار دوامدار بوده. من نه تنهایی که مکاتیب پی در پی و متعدد فرستادیم برشان، جلسات متعدد هم داشتیم. خب اونا نمیگن که نمیخوایم وصل شویم، ولی بعضی از نگرانی‌ها را مطرح کردن در گذشته که من فکر میکنم به هیچ صورت نظر به درکی که اونا از این سیستم دارن مواجه نیست. نگرانی، ترس یا هر چی که شما اینو میگین که سوی شرکت‌های خصوصی اعلام شده چی است؟ نمیخواین دسترسی عام به تمامی معلومات مشتری‌ها ما پیدا بکنیم. میگن معلومات تجارتی مشتریای ما را باید حکومت پیش دسترسی نداشته باشه به مکالمات که ما به او علاقه نداریم. ولو اگر ما دسترسی به معلومات تجارتی شرکت ها پیدا بکنیم، اون موضوعی نیست که پیش حکومت محرم باید باشه. فراهم کننده اینترنت یا منبع اصلی اینترنت در کل افغانستان به همه شرکت افغان تلکام است. خب این در گذشته افغان تلکام انحصار کننده این سکتور بودن. آل شرکت ها میتونن خودشان هم به صورت مستقلانه صاحب فایبر خود باشن، شبکه فایبری خود، و همچنین میتونن اینترنت خریداری بکنن. یک جیب اینترنت چه قرار میکنه افغان تلکام به شرکت ها و به مشتری ها؟ به صورت اوسط اگر بگیرین از 10 قرون پایین تر میه. این که باز در بازار قیمت فروخته میشه، دلیلش نرخ خود اینترنت شرکت ها میگن نیست، میگن ما مصارف لوجستیکی و
امنیتی و زیربنای بسیار زیاد داریم. نرخ عمده تن شما اشاره کردین، نرخ عمده تن چند است؟ ما 6.5 دلار فی ام بی فی ثانیه می‌خریم. 6.5 دلار فی ام بی فی ثانیه شاید 2 افغانی نشه، بسیار زیاد کم باشه. شاید هم نفع شرکت ها و نفع اون تلکام دیتا سیر داشته باشه. اولویت حکومتی است که به شهروندا اینترنت ارزان و با کیفیت برسانیم، حتی در قرارداد در ولسوالی ها. و در عین زمان حکومت تعهد داره که حکومت افغانستان که سکتور خصوصی را حمایت بکنه، یعنی مردم که کیفیت خدمات مخابراتشان پایین است و شکایت دارن قربانی حمایت دولت از سرمایه گذاری خصوصی شده. نه، شرکت هم باشین، حکومت هم یک طرفه حمایت نمی کنه. حکومت پالیسیش ایست که سکتور خصوصی را رشد بده، ولی ای هیچ وقت باعث پایین آمدن یا به اصطلاح از بین رفتن کیفیت نخواهد شد. معترضان لبنانی خیابان‌های اصلی بیروت و شهرهای بزرگ دیگر را بستند. رسانه‌های محلی می‌گویند معترضان در خیابان‌های اصلی بیروت با آتش زدن لاستیک رفت آمد را مختل کردند. مدارس و دانشگاه‌ها هم تعطیل شده. اعتراض‌های مردمی به استعفای سعد حریری از نخست وزیری انجامید. از آغاز این اعتراض‌ها بیش از 2 هفته می‌گذرد، اما معترضان خواهان تغییر کل نظام سیاسی لبنان هستند. یک عضو کابینه امنیتی اسرائیل از احتمال حمله زمینی گسترده به غزه خبر داده. یووال استاینیتس وزیر انرژی اسرائیل گفته که برای از بین بردن حماس چاره‌ای غیر از این نیست، هرچند اذعان کرده که برای اسرائیل هم هزینه خواهد داشت. در چند روز گذشته درگیری‌های بین اسرائیل و گروه‌های مسلح در نوار غزه رخ داده. رسانه‌های دولتی چین از مسئولان این کشور خواسته اند در مقابل معترضان در هنگ کنگ اقدامات جدی‌تری انجام دهند. این در حالی است که روز شنبه معترضان به دفتر آژانس خبری دولتی چین حمله کردند. در روزهای اخیر معترضان در هنگ کنگ خیابان‌های اصلی چند محله تجاری را بستند و چندین ایستگاه مترو را آتش زدند. نزدیک به 22 هفته از شروع اعتراضات در هنگ کنگ می‌گذرد. برای تعیین هویت 39 مهاجر که اجسادشان 10 روز پیش در کامیونی در بریتانیا پیدا شد، چند مقام ویتنامی وارد این کشور شدند. گفته شده که آنها برای سرعت بخشیدن به روند شناسایی اجساد همراه خود نمونه‌های DNA آوردند. نظر غالب این است که احتمالاً همه قربانیان اهل ویتنام بودند، هرچند هویت آنها رسماً اعلام نشده. راننده کامیون به اتهام قتل غیرعمد بازداشت شده. 8 نفر هم در ویتنام دستگیر شدند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی هشدار داده که تنش هسته‌ای میان روسیه و غرب جهان را در معرض خطر بسیار بزرگی قرار داده. استیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی با آقای گورباچوف مناسبت 30 سالگرد فرو ریختن دیوار برلین مصاحبه کرده. این روزها کم پیش می‌آید که میخائیل گورباچوف را مقابل دوربین ببینید. 88 سال سن دارد و تلاش می‌کند که در مرکز توجه نباشد. به من گفت که پیر شده است و دیگر به سختی می‌تواند از صندلی بلند شود. اما مردی که به تمام شدن جنگ سرد کمک کرد، حالا این پیام را برای دنیا دارد که همه دستاوردش در خطر است. یکی از بزرگترین دستاوردهای او پایان دادن به رقابت تسلیحاتی شوروی و آمریکا بود. همکاری دیپلماتیک او با رونالد ریگان به کوچکتر شدن زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور منجر شد. اما رقابت تسلیحاتی باز به جریان افتاد. تنش و رقابتی خصمانه میان مسکو و غرب. به نظر شما تقابل فعلی میان روسیه و غرب چقدر خطرناکه؟ تا زمانی که سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته باشند مثل بمب‌های هسته‌ای خیلی خطرناکه. همه تسلیحات هسته‌ای باید نابود بشه و همه ملت‌های دنیا باید اینو بخوان. تا بتونیم خودمون رو سیارمون رو نجات بدیم. شما در گذشته درباره جنگ سرد صحبت می‌کردید. الان تقابل بین روسیه و غرب رو چطور توصیف می‌کنید؟ اوضاع آرومه ولی خب هنوز جنگه.
به اتفاقایی که میفته نگاه کنید. جاهای مختلف درگیری و تیراندازیه. ناوها و جت‌ها رو دارن به جاهای مختلف میفرستن. این دقیقا همون موقعیتیه که ما نباید توش باشیم. این اصلاحات گورباچوف در کشور بود که الهام بخش میلیون‌ها نفر در اروپای شرقی شد تا علیه کمونیسم شورش کنند. او برای پایان دادن به آن تلاش نکرد. اما 30 سال پیش واکنش او به فرو ریختن دیوار برلین چه بود که موجب شد تا آلمان شرقی و غربی دوباره با هم متحد شوند؟ نظر ما این بود که مطلقاً نباید خونریزی بشه. نمیتونستیم شاهد چنین چیزایی در آلمان، اروپا و کل جهان باشیم. پس گفتیم که ما مداخله نمی کنیم. از پرده های آهنی تا زنان آهنی. او با مارگارت تاچر رابطه بسیار خوبی داشت. اما نظر گورباچوف درباره برگزیت چیست؟ شما خودتون میتونید درباره‌اش به نتیجه برسید. شما بریتانیایی‌ها باهوشید. بهتون نصیحت نمی‌کنیم. خودتون تصمیم بگیرید. پس نه تنها رهبر بلکه دیپلمات خوبی هم هستید. استیو روزنبرگ، بی بی سی نیوز، مسکو. هند با آلوده ترین وضعیت هوا در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم می کند. در دهلی پایتخت طرح ترافیک به اجرا در آمده. همچنین از میلیون ها نفر خواستند تا برای کاهش آثار آلودگی در خانه هایشان بمانند. پراتیشکا گلیدال از دهلی گزارش می دهد. دهلی در حال خفگی است. مردم این شهر سمی ترین هوا در سالهای اخیر را تنفس می کنند. میزان آلودگیش 20 برابر حد مجاز است. این مشکل زمستان هر سال است، اما بسیاری میگویند این بدترین شرایطی است که تاکنون تجربه کردند. معترضان بیرون خانه نخست وزیر تجمع کردند تا پیش پا افتاده ترین حقشان را که هوای پاک است طلب کنند. آنها معتقدند که سیاستمداران به دنبال راه حل نیستند. به وضوح میبینید که هوا چقدر افتضاحه. واقعا ترسناکه. مریض های بیشتری دارن با مشکلات تنفسی مراجعه می کنن. بیشترشون آسم گرفتن. مهم در ایجاد آلودگی سوزاندن ساقه به جامانده محصولات در زمین های کشاورزی است. کشاورز های ایالت های مجاور دهلی می گویند چون ماشین آلات مدرن برای پاکسازی زمین هایشان ندارند، مجبورن تهمانده ها را آتش بزنند. دود حاصل از آن به سمت شهر می رود و آنجا ماندگار می شود. اما افرادی که در خیابان ها کار می کنند بیشتر آسیب می بینند، مثل پلیس های راهنمایی، راننده های موتور سه چرخه و بی خانمان ها. دولت هند می گوید در حال اجرای اقدامات لازم است. پروژه های عمرانی را متوقف کرده، طرح ترافیک به اجرا گذاشته و مدارس را برای چند روز تعطیل کرده. اما با وجود شرایط اضطراری سلامت عمومی، هنوز راهکاری بلند مدت ارائه نشده است. به خاطر وجود لایه زخیم دود بالای شهر، امروز نور خورشید در دهلی دیده نمیشه. اینجا در سطح خیابان‌ها نفس کشیدن خیلی سخته. همین الان داره گلوی منو اذیت میکنه. تحقیقات نشون میده آلودگی هوا موجب ابتلا به سرطان ریه و مرگ‌های زودرس میشه که بزرگترین نگرانی برای شهروندهاست. پرتیکشا گلیال، بی بی سی نیوز، دهلی. امیدواریم بخش خبری ممنون از همراهیتون.